بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف و متحدین این حزب اعلام کردند که یک حکومت ائتلافی جدید تشکیل می دهند و به این بلا تکلیفی که به دنبال انتخابات هفته گذشته به میان آمده خاتمه خواهند بخشید. در این انتخابات هیچ حزبی نتوانست به اکثریت کرسی در پارلمان که برای تشکیل حکومت ضروری است دست یابد. عمران خان که در زندان به سر می‌برد پیشنهاد حکومت ائتلافی را رد کرده و گفته که حزب او هرگز با مسلم لیگ و حزب مردم گفتگو نخواهد کرد. هیئتی از مدرسه علمیه ابن ادریس هلی از شهر بغداد که به شهر مقدس قم سفر کرده اند در بیت مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی حضور یافتند و با آیت الله سید حسین شیرازی فرزند معظم الله دیدار کردند. طی این دیدار گزارشی از فعالیت‌های مدرسه علمیه ابن ادریس هلی به آیت الله سید حسین شیرازی ارائه شد و در ادامه حاضران از توصیه‌های ایشان بهره‌مند شدند. یک نهاد تونسی از کشته و ناپدید شدن بیش از 1300 مهاجر غیرقانونی در سواحل این کشور طی سال گذشته میلادی و ثبت یک رکورد جدید در این زمینه خبر می‌دهد. مسئولان مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس گفتند که آمار مذکور معادل نیمی از مهاجران غیرقانونی کشته یا ناپدید شده در آبهای دریای مدیترانه طی سال گذشته میلادی به شمار می‌آید. بنابر گزارش فرانس پرس، سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز اعلام کرده که شمار افراد کشته یا مفقود در آبهای دریای مدیترانه در سال گذشته میلادی با افزایش 75% نسبت به سال پیش از آن به دست کم 2497 نفر رسیده است. سه کشور امارات متحده عربی به عنوان میزبان کاپ 28، جمهوری آذربایجان به عنوان میزبان مذاکرات آب و هوای سازمان ملل در سال جاری و برزیل به عنوان میزبان کنفرانس آب و هوای سال 2025 میلادی از تشکیل گروه تصمیم گیری آب و هوایی برای همکاری با یکدیگر خبر دادند. برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که در سایه تعهدات اقلیمی کنونی دمای جهانی بین 2.5 تا 2.9 درجه سانتیگراد در طول قرن کنونی افزایش خواهد یافت که نشان دهنده یک فاجعه زیست محیطی خواهد بود و بر اساس برآوردهای هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا احتمال رسیدن آن به 1.5 درجه سانتیگراد بین سالهای 2030 و 2035 وجود دارد. منابع رسانه‌ای از افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب نجف اشرف خبر دادند. در همین راستا به دعوت از سوی مدیریت نمایشگاه بین‌المللی کتاب نجف اشرف، سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه حضور یافت. در این مراسم همچنین جمعی از شخصیت‌های رسمی، فرهنگی و مردمی از جمله رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان و وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی شرکت کرده بودند. این مراسم که تحت نظارت و حمایت رئیس جمهوری عراق برگزار شد، با سخنرانی دکتر عبدالوهاب الرازی، رئیس کمیته عالی برگزار کننده نمایشگاه آغاز شد و پس از آن عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق به سخنرانی پرداخت. شاید ذکر است که سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب نجف در خیابان المطار نجف اشرف دایر شده و از 8 تا 18 فوریه 2024 به فعالیت می پردازد.